خیلی بهتون خوش آمدگویی میگم بابت سگ جدیدی که آوردین تو خونتون. اگه نمیدونید باید باهاش چیکار کنید، تو این ویدیو قراره بهت بگم نکات مهمی که تو 24 ساعت اول تو باید دقیق رعایت کنی. اگر این نکات رو همین امشب روز اولت رعایت کنی، میتونی واسه همیشه یک سگ درجه یک رو خوب داشته باشی. ولی اگر از همین اول گافو بدی، میتونم بگم کار تمومه و به یک سری چالش های خیلی سخت میخوری. پس این ویدیو بسیار 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 مهمه برای افرادی که همین امروز سگ آوردن یا قصد آوردن یک سگ به خونهشون رو دارن. اگر کسی هم میشناسی که میخواد یه سگو به خونهش بیاره، حتما بهش این ویدیو رو معرفی کن و بهش نشون بده. خب من رفتم یک سگ آوردم داخل خونم، همین الان باهاش وارد خونه شدم. خب چه کار کنم؟ چقدر بهش غذا بدم؟ پشت جدول غذایی نوشته اینقدر پشت جدوله، میخوام بذارمش داخل پارک، الان گازم میگیره، الان وقت میزنه، الان اوف میبینید خیلی چالش داره. یه نکته جالب بهتون بگم، 70% از افرادی که سگ میخرن یا سگ واگذاری قبول میکنن میاد توی خونهشون، طی 24 ساعت الا 48 ساعت اول پسش میدن. باورتون نمیشه، تحقیق کنید. دلیلش چیه؟ جیش کردن یا دستشویی کردن اشتباه، گازگازیشون میکنه، بیقراری و سر و صدای زیاد، بوی زیاد و عدم هماهنگی و به هم ریختن کلا نظم خونهشون. حالا امروز ما تو این ویدیو میخوایم همه اینا رو حل کنیم. خب اولیشو که اصلا توضیح نمیدم، بحث آموزش دستشویی، میتونید برید 2 روز پیش پستشو گذاشتم و به راحتی میتونید به سگتون آموزش دستشویی رو بدین. تو همینجا سرچ کنین توی یوتیوب میتونید آموزش دستشویی رو ببینین. پس راجع به این زیاد با هم دیگه صحبت نمی‌کنیم. میریم بحث دوم، بحث وق زدن و بیقراری ها. بچه ها شما وقتی یک سگ رو وارد خونتون میکنید، خب مسلماً اون سگ از گله اصلی و از خانواده اصلی جدا شده و شما رو نمیشناسه و هیچ گونه حس تعلقی به شما نداره. وقتی داخل پارک میذارینش بسیار بیقراری میکنه، وقتی بغلش میکنید ساکت میشه. نکته همینجاست، اگر سگ وق بزنه و شما بری بغلش کنی، سگ یاد میگیره آها از این به بعد من وق بزنم برم بغلش کنم. ولی بهترین توصیه و بهترین کار چیه؟ اگر وق زد بهش بی‌توجهی کنید و هیچ کاری باهاش نداشته باشید. حتی نرید بهش بگید ساکت، حتی نرید بهش بگید نه. و دقیقاً زمانی که ساکت میشه، برید از داخل پارکش بیاریدش بیرون و بهش غذا بدیم و نوازشش کنید. سگ میگه آها هر موقع من ساکتم اینا میان پیشم، نوازشم میکنن، به هم غذا میدن، با هم بازی میکنن. ولی هر موقع که من دقیقاً وق میزنم کلن تردم میکنن و اصلا سمتم نمیان. یک روز این کار روی انجام بدی، سگ یاد میگیره که از این بعد هر موقع تنها بود ساکت باشه. و این اتفاق خوبم رقم میزنه، اینه که در بلوغش و در آینده استراب جداییش هم کمتر میشه و هیچ وقت دیگه وقتی شما خونه نیستین وق نمیزنه. سومین نکته مهم، بچه ها از همین طولگی یک سری تایم ها رو تنها بذارید نشون خونه، ولش کنید و برید آب براش بذارید، برید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بیرون و اصلا در کنارتون نباشه. سگ اونم کم کم یاد میگیره که همیشه یک تایم رو باید تو خونه تنها باشه و دیگه در آینده باز مشکل استراب جدایی پیدا نمی کنه و زیاد از حد شما وابسته نمیشه. موضوع بعدی بحث یادگیریه. بچه ها یادگیری یعنی چی؟ شما هر بار 3 تا انگیزه اصلی سگ‌ها داره: غذا، نوازش کردن و بازی کردن، مثلا براشون توپ بندازید. این 3 تا رو هر موقع به سگتون بدین، سگتون اون رفتار قبلش میشه براش دلیلی که تونسته به این 3 تا برسه. یعنی چی؟ سگتون خیلی گرست نشه، شروع میکنه طولم هر روز اول اومده شروع میکنه به وقت زدن، میگه آخه بچه گرست نست بذار بهش غذا بدم و غذا رو میذاری جلوش. اینجا سگ یاد میگیره آها من سری پیش وقت زدم به غذا رسیدم، پس الانم که گرستم باید وقت بذارم و به غذا برسم. و سگ این موضوع به اشتباه یاد میگیره که من وقت بزنم به غذا برسم، وقت بزنم به غذا برسم. یا به فرض مثال داخل بازی داریم باهاش بازی میکنید، توپ میندازید، هی شروع میکنه به وقت زدن و شما این بازی رو ادامه میدید. سگ میگه آها هر چقدر من وقت بزنم با بیشتر بازی میکنم و این میشه یکی از آموزش های من. و
و یکی از آموزش‌هام که امروز می‌خواستم بهتون بگم در ارتباط با بحث طول است که میاریم خیلی گازگازیتون می‌کنه. سگ میاد شما رو گاز میگیره، داره کفشتون و دمپاییتون و جورابتون و دستتون رو گاز میگیره، شما بهش میگی نکن خوشگلم، داری نازش میکنی ولی بهش میگی نکن. خب سگ زبونه طوری که نمیفهمه. سوم دومی انگیزه سگ تو تاییدیه‌های مثبت کلامی نوازشیه، میگه آها پس داره این کار رو میکنه، پس یعنی من اگر گازش بگیرم شروع میکنه با هم حرف زدن نوازشم. اینجا کافیه از قلاده حتما برای طول سگی که یک روز هم از آوردینش یه قلاده گردنی ببندین، هر جا کار اشتباه کرد با همون قلاده یه دو تا سیگنال بهش وارد کنین بگید نه، و یک اسباب بازی در اختیارش بذارید که حالت ریش ریش باشه، کنفی باشه، تنابی باشه، و هر موقع اونو گاز گرفت شروع کنین نوازش کردنش. سعید میگه آها روی اونجا به من گفت نه، به هم سیگنال وارد کرد و وقتی دارم یه چیز درست و گاز میگیرم دارم نوازش میشم، به اصطلاح براش تعویض پاسخ میذارید، نیازش گاز بگیره، منو گاز نگیره، پامو گاز نگیره، ولی اون پارچه، اون حله و یا اون جس اوکی گاز. بچه ها خلاصه مطلب من بخوام بهتون بگم، 24 ساعت اول خیلی مهمه. اولین کار بحث آموزش دستشویش رو شروع کنید، اگر وقت زد بهش توجه نکنید، اگر دندون دندون کرد گاز گاز گرفت حتما کلمه نه رو بگیم و از خودتون فاصله بدین، حتما یک تایمی تنهاش بذارین و یک عروسک بزرگ رو در اختیارش بذارین، همیشه همیشه ظرف آبش در اختیارش باشه و غذا چجوری بهش بدین توی بحث آموزش دستشویی بهتون گفتم چجوری بدین، همون اونو ببینید و باهاش شروع کنید، همین به راحتی میتونید این سگ نگهداری کنید. آخه ندارم من وقتشو بتم باشه بام، فقط وقتایی که خونم میتونم بذارم تام، واسه نخور برای اونم دارم یه راهکار عام، بهت یاد میدم توی سایتم با آموزش آنلاین، اینجا تکمیلم چی با اصول بنا شده تیسی تو تربیت پتر تنا، اگه کلافه شدی از دست پترت فقط لازمه بیاری یه راست به قادر بنا، توی پیجم کلی آموزش دارم که واسه توست، فالو کن تا توی این خانواده باشی با ما عوض.